سلام به شما عزیزان من شبامانی هستم و شما رو به برنامه های تعلیم کتاب مقدس در کلیسای آنلاین حیاتنو خوش آمد میگم امروز میخوام از مکاشفه ای که خداوند بهم در عرض چند روز اخیر داده باهاتون صحبت بکنم بعضی وقتا خداوند یک دروازه های روحانی یا یک دریچه ای رو باز میکنه یک زاویه ای رو باز میکنه روزنه ای به من میده که یه حقیقت های خیلی جالبی رو تو کلام ببینم که مکاشفه ای بر من میشه که امیدوارم بتونم امروز به طور صحیح و درست با شما عزیزان در میون بذارم و پس امروز میخوام درباره سوژه تسلیس محبت صحبت بکنم قبل از اینکه برنامه رو آغاز کنیم طبق معمول از عزیزان درخواست میکنم که در لطف خداوند و فیض اون محبتی که به ما میکنید برنامه ها رو شیر کنید با عزیزان در بذارید هر جوری که بلدید میتونید توانایی دارید از تلگرام گرفته از طریق شیرینگ گرفته تو فیسبوک از طریق ضفت برنامه دادن برنامه به دیگران گفتن به عزیزان ایماندار که به کلیسای حیاتنا آنلاین حیاتنا رجوع بکنن خیلی خوشحال میشیم واقعا اگر هم رو فیسبوک ما رو نگاه میکنید بدونید که فیسبوک حیاتنا باز اونو میتونید لایک بکنید فیسبوک شخصی من داره بسته است چون تعداد دوستانش مکس شده برای ازانی که دارن رو یوتیوب نگاه میکنن خب ما مانی ارفان اصلا کلا حیاتون یه دونه یوتیوب پیج داره یعنی یوتیوب چنل داره برای خودش از طریق شبکه میتونید نگاه بکنید اینا همه در اختیار شما عزیزان هست به حال در اختیار شما هستیم این لطفو در حق ما و دیگران هم بکنید تسلیس محبت میشه گفتش که بایست درک کرد که محبت خداوند اوکی مثلا از اینجا شروع کنم همه حقایق کتاب مقدس از طریق عدد سه شناخته میشن هیچ حقیقتی در کتاب مقدس نیست که کمتر از عدد سه به کمال هویت خودش برسه خدا پدر پسر و روح القدسه اگه میخوایم خدا رو بشناسیم و از پدر رو بشناسیم پسر رو بشناسیم و روح القدس رو بشناسیم قبول داریم یا نه اگر میخوایم خودمون رو بشناسیم و از روح و روان جسم خودمون رو بشناسیم اگر میخوایم هویت خودمون رو درک بکنیم بس بدونیم که فرزند خدا هستیم که غلامی او رو میکنیم و پادشاهی رو میکنیم اگه تعالیم حیات نور رو تا امروز گوش کردید میدونید که عدد سه زیر بنای تعلیمات ماست و حقیقت های مکار... مختلف رو که مکاشفه میکنه خداوند بر ما از طریق این بنیان میکنه و امروز میخوام که شما با اصاره درک کامل محبت آشنا بشید محبتی که بر طبق عدد سه است یعنی سه نوع محبت که با همدیگه کمال محبت رو چکار میکنه آشکار میکنه یادداشت کنید محبتی است از جانب پدر محبتی است از جانب پسر و محبتی است از جانب روح القدس و هیچ کدوم از اینها به شباهت محبت دیگری نیستند هر کدوم از اینها به نوع و روش خودشون در ما محبت رو نشون میدن به یه نوعی به نوش خودشون با ما صحبت میکنن و زندگی ما رو تحت شای محبت خودشون قرار میدن پس محبتی است از جانب پدر، محبتی است از جانب پسر، و محبتی است از جانب روح القدس. حالا میخوام به طور بسیار ساده این زیربنای این تعلیم رو برای شما باز بکنم. محبت پدر چجوره؟ چگونه محبتی است؟ محبت پدر محبت فرزندی و والده یعنی والدین و فرزنده. محبت پدر محبت یک پدر نسبت به بچه هاشه محبتی که پدر داره نسبت به فرزندانش در الگو یا در مثال یک خانواده سالم که پدر مادر سالم و فرزندان محبت سالم رو چشیدن رو میشه یه مقدار تصویری براش کشید محبتی است که ما یتیمانی بودیم که به فرزند خاندگی خانده شدیم یتیمایی بودیم که وارثین شدیم یتیمایی بودیم که پدر ما را به خانه خودش وارد کرد و ما را محبت نمود بدون قید و شرط ولی محبت محبت پدر مادر و فرزند این الگوش اینه خب اینو میتونیم تا حدی درک بکنیم محبت پسر چگونه محبتیه ها, ها. محبت پسر محبت عاشقه محبت کسی هستش که میخواد با شما ازدواج بکنه کسی که با شما عقد کرده کسی که میخواد با شما در ابدالآباد با شما یکی بشه محبت پسر در یک جنبه به شباهت محبت پدره به خاطر اینکه مسیح میگه من هیچ کاری رو از خودم انجام نمیدم مگه اینکه پدر اول به من نشون بده و چون پدر محبت بدون قید شرط خودش رو نشون داده مسیح هم این محبت رو به دیگران نشون میده ولی 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 مسیح میخواد با من و شما ازدواج بکنه مسیح سر کلیساست مسیح رابطش رابطه در واقع معیار یا استانداردی که بهش میگیم عشق و عاشقیه ما در واقع این تصویر رو در عشق یک زن و مرد میبینیم که در یک ازدواج بسیار سالم وارد شدن و تجربه عمیقی رو در این رابطه با همدیگه دارن و این تجربه عشق یکسان نیست یا این محبت یکسان نیست و نمیشه اون رو با محبت پدر نسب والدی به فرزندان خودش مقایسه کرد آمین اینها دو نوع محبت جداگانه هستند محبت سوم چی هستش محبت روح القدس محبت روح القدس در واقع به عنوان یک معلم دوست همراه کسی که در واقع خداوند عیسی مسیح میگه که من برای شما دوست دیگری رو کامفورت تسلی دهنده دیگری رو میدم که با شما به جای اینکه من با شما باشم چون من دارم فیزیکلی از شما دور میشم این به جای من در کنار شما قرار میگیره و من میخوام این رو به استاندارد یا به مثال دوست و محبت دوستانه محبت و عشق دو دوست مثل یوناتان و داوود اگه میخوام استاندارد کلامیش رو نگاه بکنیم یا مسئلت میخوام مریض بودم اخیرا دارم با مریضی با شما موعظه میکنم یا محبتی که یوحنا مثلا با رسولان دیگه شاید داشته باشه بالاخره رسولان هم دیگر رو دوست داشتن دوستی بوده تیموتاوس و پولس و یا امروز همه ما یه دوستی رو داریم یه نفر هست تو زندگیمون که دوستمونه رفیقمونه و خیلی دوستش داریم و محبتی که از همدیگه در رفاقت میگیریم نمیتونیم از زنمون بگیریم یا شوهرمون بگیریم میدونی چی میگم و نمیتونیم از پدر مادرمون بگیریم هر کدوم از این محبت ها در جای خودش در زندگی یک انسان کار داره و کسی که گوش کنید و یادداشت کنید کسی که محبت کامل رو در زندگیش تجربه میکنه هم در خانواده قرار داره که محبت پدر رو چشیده محبت مادر رو چشیده هم در یک رابطه زناشویی سالم قرار گرفته و اون عشق و محبت واقعی رو در اون رابطه تجربه داره میکنه هم در دوستی و مشارکت های سالم قرار داره که این محبت واقعی رو از دوستش میگیره یا دوستانش میگیره متاسفانه متاسفانه در زندگی روزمره بیشتر ما آدم ها هر تا اینها در یک جا شکل و وجود ندارند یکی <applause> دوستای خیلی عالی داره که واقعا فداکارانه همدیگر رو دوست دارم من اینو میتونم بگم که خدا رو شکر تو زندگیم دو سه نفر رو دارم که واقعا منو فداکارانه دوست دارم میشه حتی گفتش که مثلا محبت خواهرم نسبت به خودم همینجوره. چون دوست منه رفیقمه من وقتی خواهرم رو میبینم میگم تو رفیق منی تو دوست منی چون با همدیگه درد و دل میکنیم حرفایی که به هیچ نمیتونیم بزنیم یکی دو تا دیگه هم دوست اینجوری دارم که دو خدمت با من هستن خب یکی همکارام بعضی از همکارام اینجوری هستن یکی از شبانا دو سه تا از شبانه اینجوری هستن من هزار تا دوست ندارم و میدونیم که محبت واقعی که از دوستی ریشه میگیره شامل صدها نفر نمیشه چون هر کسی همدیگه اونجوری دوست نداره ولی میبینیم که این تجربه رو حالا من دارم ولی برای همه شما که اطلاع دارید همه ما مثلا از خانواده های خیلی خوب نیامدیم که پدر مادر ما رو بدون قید شرط و بدون پرابلم دوست داشته باشن خدا رو شکر که من اون رو هم داشتم ولی خیلی ها ندارن خیلی ها این محبت رو نچشیدند خیلی ها هستن که پدراشون محبت بهشون نکردند مادراشون بهشون محبت نکردند و این ضعف روحانی و این عدم وجود این محبت ما میشه که طرف بتونه محبت پدر آسمانی رو دریافت بکنه و این در واقع ما میشه که شخص چیکار بکنه بتونه بپذیره این محبت بدون غیر شرط پدر رو قبول داریم؟ آمین حالا میمونه که حالا شب بعضی از ماها این محبت دوستانه داریم محبت پدر مادرم چشیدیم ولی متاسفانه در ازدواجمون یا در خانواده هامون یا در زندگیمون امروز نتونستیم این محبت رو در رابطه زناشویی در اون عشق واقعی که در زندگی به ما داده میشه احساس بکنیم و تجربه کنیم ولی اگر هر ستای اینها با هم دیگه باشه چه عالی میشه خیلی ها هستن که در زندگی های زنشیشون طلاق گرفتن شکست خوردن ضربه دیدند و نمیتونن اعتماد بکنن به خاطر اینکه این محبت به شما داده نشده این محبت رو ما نچشیدیم <تصفح> این محبت در زندگی ما شکل نگرفته از ما سوء استفاده شده به ما کمک نشده از ما از زندگی ما استفاده شده ولی به ما چیزی برگردونده نشده و بنابراین شخص یه پاش لنگه. یه دو پاش لنگه. و اگه خدای نکرده شاید سه تا پاش لنگه اگه سه تا پا داشتیم درک میکنید که هر کدوم از این محبت ها در جای خودشون در زندگی یک شخص واجبن و برای اینکه یک شخص بتونه کاملا سالم زندگی بکنه باید در هر سه مقطع محبت کامل بشه بنابراین هم باید از نظر محبت والدین رابطه درست داشته باشه خب اگر اون نباشه اگر پدر مادر از دنیا رفته باشن اگر پدر مادر اصلا خوب نباشن خب خدا رو شو پدر آسمانی در اینجا هست و کلام خدا میگه اونقدر پدر آسمانی آدمیان رو دوست داشت که یگانه فرزند خودش رو فرستاد که برای اونها فداکاری کنه کلام خدا میگه هر که خداوند پدر رو هر که آمین محبت رو به چشه از پدر چشیده از محبت پدر چشیده در اول یوحنا به طور کلی بزنیم با هم دیگه چند تا آیه رو میخونیم چون در اول یوحنا من داشتم انجیل انگلیسی رو باز میکردم میگفتم امروز سرما خوردم رفتم تو انجیل انگلیسی که براتون انگلیسی موعظه کنم ولی میبینیم که در اول یوحنا در رساله اول یوحنا درباره چنین محبتی سخن داره میشه میگه زیرا همین است آن پیغامی که از اول اینه که یکدیگر رو محبت نماییم. نه مثل قاین که از آن شریر بود برادر خود را کش و از چه سبب او را کش از این سبب که اعمال خودش قبیح بود و اعمال بعدش نیکو ای برادر من تعجب نکنید اگه دنیا از شما نفرت گیرد ما میدانیم که از ماد گذشته داخل حیات گشتیم داخل حیاتی گشتیم که از محبت پدر ریشه میگیره حیاتی که خداوند به ما داده از کجا اصاره میگیره از اینکه محبت پدر در ما قرار گرفته و این محبت پدر ما رو زنده میکنه محبت پدر هستش که ما رو از موت به حیات منتقل میکنه حال که چنین محبتی رو چشیدیم ما زنده شدیم اوکی؟ بنابراین میگه ما میدونیم که از موت گذشته داخل حیات گشتیم از اینکه برادران رو محبت مینماییم <applause> هر که برادر خود را محبت نمی نماید در موت ساکن است خب یعنی چی؟ یعنی اینکه محبت پدر ما رو زنده می کنه و چنین محبتی در ما چنین کار می کنه که دیگران رو می توانیم به, <applause> به شکل و شباهت به شکل و شباهت محبت پدرانه ما هم محبت بکنیم محبت خداوند پدر در دل فرزندانش محبت زندگی و حیات رو شکل میده برای همین هستش که دست خودمون نیست مثلا یه دفعه دلمون برای برادر خواهرمون میره میگی منم از کمکش کنم این محبت ریشه اصلیش از محبت حیات پدر میاد خب از این اهم محبت رو دانستیم که اون جان خود را در ما نهاد و ما باید جان خود را در راه برادران بنهیم اوکی پس محبت پدر محبت فداکارانه است محبت از بدون قید و شرطه محبتی هستش که بدون هیچ نوع حجمی هستش حالا مثالش به این شکل میزنم بچه یتیمی دو خیابون هست و میای بچه یتیم رو میبینی دلت براش میشکنه میگی خدایا بذار من یه کمکش بکنم به جای اینکه فقط بیای 10 دلار تو دستش بذاری بگو برو غذا بخور میری اون رو میاری دستش رو میگیری میاری خونه خودت همومش میکنی لباسش رو عوض میکنی پاکش میکنی لباس بهش میدی سر میز غذا براش غذا میذاری و بعد میگی هفته دیگه میریم دادگاه تا بچه من در واقع این محبت پدران است وقتی که ما شایسته نبودیم ما رو شایسته خوند وقتی ما کثیف بودیم ما رو تمیزمون کرد وقتی که هیچکی ما رو نمیخواست ما رو پذیرفت وقتی که خودمون خودمون رو نمیخواستیم گفت من تو رو دوست دارم وقتی که از خودمون منزجر بودیم گفت من از شما منزجر نیستم وقتی که از گناهانمون متنفر بودیم و سیاهی و تاریکی رو در خودمون میدیدیم و این سیاهی و تاریکی مثل اون تیکه های اجتماع و توی خیابون ها زندگی کردن لباس و ردای ما رو کثیف کرده بود او در ما اسانس ما رو دید نه لباسمون رو نه قیافمون رو نه کسافتمون رو این میگیم محبت پدرانه بدون قید و و اتفاقا من بچه هام رو اینجوری دوست دارم من دوتا بچه دارم من دوتا بچه دارم که این دوتا بچه هام هر جوری هم که باشن و نباشن دوست داشتنی هستن برای من برای من سخت تصور روزی که من از بچه متنفر بشم برای من سخت تصور روزی که من برگردم مثلا بگم من تو رو نمیخوام بچه اینجوری دوست داشتنیه یعنی اینجوری دوست داشتنی میشه اینجوری, دوست اینجوری محبت میشه اوکی درک میکنیم این محبت یک جانبه است دو طرفه نیست یعنی حتی اگه بچه من منو محبت نکنه پدر دوستش داره هنوز اگه بچه های من ببین ب... بچه های من من دلم براشون تنگ میشه همیشه با هم دیگه نیستیم بنابراین من میگم پسرم برام به تلفن نمی کنی. یه حال از من نمی پرسی دخترم یه احوال پرسی از من بکن بعضی وقتا من سفر میکنم نیستم بعضی وقتا میکنن دلم آب میشه وقتی تلفن میکنم میگم بابا حالت چطوره ولی خیلی وقتا به حال خودشونن دارن کار زندگی خودشون رو میکنن درسشون رو میخونن دل بابا تنگ میشه ولی من هنوز مثل دنیا دوستشون دارم این محبت پدره این محبتی هستش که هیچ نوع معیاری به عنوان شرط و قید و بهش میگن اگاپ لوف و این مهمه که درک بکنین که تمام محبت ها تمام محبت از پدر ریشه میگیره چون اسانس خدا خود خدا محبت است شنیدین که کلام خدا میگه خدا محبت است درسته دقیقا خدا محبته حالا گوش کن اینو یادداشت کن خدا محبت است چون پدر محبت است پسر محبت است و روح القدس محبت است و هر کدوم برای خودشون معیار و روش محبت کردن خودشون رو دارند بنابراین خود خدا محبت و پدر محبت منحصر به فرد خودش رو میده محبتی که یه بچه یتیم رو به فرزندی قبول میکنه محبتی که اصلا براش مطرح نیست که بچه امروز تلفن میکنه یا تلفن نمیکنه اطاعت میکنه یا اطاعت نمیکنه درست عمل میکنه یا درست عمل نمیکنه بله دوست داره که اطاعت رو ببینه دوست داره ولی محبتش کاسته نمیشه بابا دل پدر مادر همینه یادم یکی از خانمای تو کلیسای ایرانی سالیان پیش بچهش معتاد بود و خیلی مادره را اذیت میکرد کتکش میزد پول ازش میدزدید زندگیش رو سیاه کرده بود گفتم مادر این بچه رو ولش کن بذار بره زندان یا بذار بمیره بره بعد وقتت کرد گفت من چیکارش کنم بچمه دوستش دارم اوه چه حقیقتی چه اسانس عمیق محبت یک پدر مادر پدر اینو میبینی اینجا این فلانی تو کلیسا رو میبینیم اما اینو ولش کن این آدم عوضیه ما هی بهش میگیم این کار کارو نکن میکنه ما آقا میگیم آقا این کار کارو نکن میکنه میگیم آقا این اینجا برو اینجا نمیره اطاعت نمیکنه حرف گوش نمیکنه زنا میکنه دزدی میکنه حرفای مفت میزنه بد حرف میزنه خوب اصلا یه لیست براش درست میکنیم. میگی اینا اصلا مسیحی اصلا اینا اصلا ما اینا چرا اینا کلیسا نشستن اصلا ما گله میکنیم ولی پدر گله نمیکنه واو ما گله میکنیم ولی پدر گله نمیکنه پدر از بچه خودش گله نمیکنه پدر بچه خودش رو بدون قید و شرط دوست داره و چنین محبتی ریشه تمام محبت هاست ولی یه زوایایی در این محبت هست که اگر نباشه کل این محبت کافی نیست برای چی؟ برای انسان یعنی که فقط محبت بدون قید و شرط رو چشیدن برای انسان از پدر تمامای نیاز انسان رو برآورده نمیکنه و حالا میخوام یه چیزی بگم که دوباره منو توی هچل میندازه <applause> به خاطر اینکه مردم میگن آره من میخوام اینجوری صحبت کنم بذارم ببینم کلامم رو درست صحبت کنم اوکی همون قدی که من نمیتونم فقط در محبت بدون قید و شرط پدر کامل بشم چون محبت ها و انواع محبت دیگر رو احتیاج دارم از پسر و روح القدس پدرم نمیتونه در رابطه کاملش با من قرار بگیره مگه اینکه بتونه هر تا از این محبت ها رو از پدر و پسر روح القدس در من جاری کنه اوکی؟ این رابطه دو طرفه است در حدی که رابطه پدر با بچه ها بیشتر یه طرفه است در این حد که بله این رابطه یک طرفه است بیشتر یعنی محبت پدر از طرف پدر جاری میشه و تقریبا میشه گفتش که تنها قسمتی از این محبت هستش که یک طرفه انجام میشه و عیسی مسیح چون اطاعت از پدر میکنه همین محبت رو به همه نشون میده میگه من کاری از خودم انجام نمیدم مگه اینکه محبت رو مگه اینکه پدرم به من نشون داده باشه خب میبینه که پدر ما رو بدون قید و شرط دوست داره ما رو هم بدون قید و شرط دوست میداره ولی پسر میخواد یه چیز دیگه در ما بکاره و حالا میخوام یه مقداری وارد چی بشیم یه زاویه دیگه بشیم با من هستی تا الان حالا پسر کیه برای ما؟ پسر پدر نیست پدر پسر نیست پسر کیه برای ما؟ پسر سر کلیساست پسر شوهر کلیساست به خاطر همین پسر از خانواده پدر بیرون آمده با همسر خودش ازدواج کرده و یکی خواهد شد که هر دو یکی بشن یعنی چی؟ یعنی عیسی مسیح میگه من به خاطر کلیسام از خونه پدرم جدا میشم تا چه کار بکنم با کلیسای خودم یکی بشم کلام خدا من میگه که جشن نیست در آسمان که جشن عروسی فرزند خداست اگه عروسی میخواد باشه عروسی هدفش چیه؟ عروسی هدفش ازدواجه ولی ازدواج هدفش چیه؟ اینتیمسی. اینتیمسی به فارسی نمیدونم چی میشه اینتیمسی یعنی مشارکت عمیق یک مرد و زن یعنی اشتراک یعنی نزدیکی یعنی یک نوع عشقبازی اینتمسی، ما نمیایم که با پدرمون عشق بازی کنیم مبادا که فکر بکنین چون پدر پدر ماست هیچ پدر مادری و بچه هاشون عشق بازی قبول داریم اینکه دیگه کفر دیگه اگه بکنن درسته گناهه ولی شوهر با زنش هست آه. پس محبتی است که در عشق و نزدیکی و اینتمیسی بیان میشه مانی این حرفا چیه؟ خب اگر چنین نبود غزل های که تو کتاب مقدس نمیمد میدونی داستان غزل های اصلا چیه؟ داستان غزل های درباره این هستش که سلیمان میاد در یک شهری یا یک در واقع در یک دهکده در شمال اورشلیم با آنتوراژ خودش هستش و یک دختر عادی یه دختر بسیار عادی به نظر میرسه که چون تیر صورت هستش در بیرون کشاورزی میکنه و اون رو بیافت میکنه و عاشق این دختر میشه نه از, اولو... نه از مکانها و مقامهای بزرگ و کشورها و امتها اومده نه ملکه یک امتیه نه نماینده یک دیاریه نه دختر ثروتمندیه بنی به نظر میرسه که چی هستش یک دختر عادی هستش و چنان شیفته ی این دختر میشه چنان عاشق این دختر میشه که قزلهای سلیمان رو براش مینویسه و در نوشتن های سلیمان در واقع داره عشق واقعیش رو و اون کشش واقعیش رو نسبت به این دختر نشون میده در این تصویر سلیمان نماینده ای ایسای مسیح و در جای عیسی مسیح میسته و این دختر در واقع ما هستیم دختری هستیم یعنی ما عروسی هستیم که از هیچ جا آمدیم از هیچ جا انتخاب شدیم در کشاورزی خودمون توی, توی کشتار کش پدرمون داشتیم زندگی میکردیم نه کسی به همون کار داشت نه آدم مهمی بودیم نه مقامی داشتیم نه پوزیسیونی داشتیم ولی یه دفعه یک دفعه پادشاه میاد و ما رو میبینه و عاشق ما میشه غزلهای سلیمان داستان عشق خداوند پسر به من و شما هستش و بعد میبینیم که اصلا پسر با این دختر چه حرفایی رو میزنه چگونه میخواد که این دختر رو میخواد و در غزل های سلیمان که برنامه بعدی من میتونم بیشتر دربارش صحبت کنم در فصل اولش در فصل اولش مینویسه میگه بیا در چیمبر من یعنی بیا در چی در خانه در در جایی که پادشاه زیست میکنه من میخوام تو وارد اونجا بشی وارد اتاق پادشاه بشی میخوام باها تنها باشم دعوتش میکنه این دختره come into the king's chambers قزل های سلمان فصل اول come into the cha king's chambers نمیاد فقط باهات بشینه چایی بخوره عزیز من دعوتت نمیکنه که باهات بشینه چایی بخوره نون بخوره پنیر بخوره که تصور ماست با عیسی مسیح میخواد باهات اشخوازی بکنه میخواد باهات با یکی بشه میخواد دعوتت بکنه که با او یکی بشی میخواد تو رو به مکانی ببره که تو نمیتونی بدون اون بری میخواد در تو چیزی رو بکاره از درون و صفت و خصلت خودش که فقط در اون زمان بسیار نزدیک هستش تو ما باعث یاد بگیری که این عشق رو بپذیری در آغوش بگیری این رو بخوای و برای ماهایی که دلشکسته های دنیا هستیم و خورد شدیم و در رابطه های خودمون شکست خوردیم و نمیتونیم باور کنیم که چنین چیزی هست دارم بهتون یه قولی میدم من در چند روز پیش که با خداوندم داشتم راه میرفتم همینطوری گریه میکردم همینطوری داشتم خوشحال بودم چون حضور عشق عیسی مسیح رو درک, می درک میکردم مثل اینکه در درون من راه میرفت در درون من با من بود عمیقا وجودش رو حس میکردم مثل اینکه با من داشت یکی میشد و داشت اینها رو برای من مکاشفه میکرد این عشق بازی عزیز من این بودن با پسره این بودن با پسره این بودن با خداست در جا و مکانی که تو و پسر با از تنها باشید بنابراین در نام عیسی مسیح جایم هست برای اینکه ما عشق خودمون رو به این نه با خدا در میون بذاریم وقتم تموم شد تا جلسه بعدی میخوام که این فکرها رو درباره این سوژه بیاندیشید با من راه بیاد چون در جلسه بعدی بیشتر این مسئله رو مکاشفه میکنیم تا هفته آینده خدا همراهتون باشید